سلام و عرض عدف. وقت همگی به خیر باشه امروز میخوایم با همدیگه راجع به چند تا از توکن هایی که قیمت های بسیار فوق العاده ای دارن و میتونن در چند سال آینده یک رشد بسیار خوب رو داشته باشن که حالا این حرفو نمیزنم میگن که این ویدیو سیگنال خرید و فروش نیستش ولی ما با این حال میگیم که این رمز پتانسیل بسیار فوق العاده ای دارن برای اینکه یه جهشی داشته باشن که میشه زیر نظرشون گرفت و توی سبد خودمون هم یه مقداری حالا اگر دوست داشتیم خیلی کم ازشون خریداری کنیم چون که حوزه های بسیار فوق العاده ای رو دارن خب بریم شروع کنیم حتما تا کامل نگاه کنید مهمتر از همه حتما بزنید روی دکمه سابسکرایب که عضو چنل ما بشید و ویدیوهایی که در آینده منتشر میشه رجبشون اطلاع پیدا کنید خب بریم شروع کنیم اولین کریپتو یا اولین ارز دیجیتالی که توی حوزه پوشه مصنوعی داره کار میکنه پوتو داره کار میکنه و یه ارزی هستش که اگر وارد کوین مارکت کپ بشیم قیمتش رو نگاه کنیم 10 سنت هستش و اسمش هم

WR هستش که توی حوزه هوش مصنوعی داره کار میکنه با قیمت 10 سنت و مارکت کپش نگاه کنیم 4 میلیون و 800 هزار دلار هستش که یک مارکت کپ بسیار پایین داره و پتانسیل دار هستش کل نمودارش اگر یه نگاه داشته باشیم میبینیم که از زمانی که ما داریم چشممون نگاه میکنه قیمتش ریزشی بوده و تو پایین ترین حد خودش داره نوسا میکنه پس این قیمت 10 سنت رو زیر نظر بگیرید لینور یک ارزی هستش که توکنی هستش که آینده بسیار خوب رو میتون داشته باشه توتال ساپلایش هم اگر نگاه کنیم 938 میلیون تا توکن از این ارزشال وجود داره که عدد بسیار پایینی هستش و این باعث میشه که قیمتش رشد بسیار فوق رو داشته باشه پس این ارزش رو نظر بگیرید خب بریم جلوتر یه کمی وارد سایتش بشیم سایتش اگر نگاه کنیم دیگه از عکساش کاملا مشخصه که توی حوزه هوش مصنوعی داره کار میکنه پتو عکس و این حوزه هم دیگه نیازی به توضیح نیستش که روز به روز داره پیشرفت میکنه روز به روز داره بهتر میشه و یه درگاه دو تا سایت داره یکی مربوط به توکن خودش هستش اینجا توضیحات رو داده گفته که مثلا به چه دردی میخوره با چه سایت داره همکاری میکنه مثلا crypto.com داره همکاری میکنه و توی یه سایت بعدیش هم اگر نگاه کنیم عکس های اینجا هستش که شما میتونید از این عکس استفاده کنید که مثلا به پس زمینه خودتون اضافه کنید مثلا اسم سایت linver.com رو بزنید برخی از عکس ها وجود داره که میتونید نگاهشون کنید و حالا دانلود هم میتونید انجام بدید پس این ارزو زیر نظر بگیرید که آینده بسیار خوبی رو میتونه داشته باشه تو بخش ایمیجش هم میتونید نگاه یه بخش هم داره بخش ویدیو هستش که شما ویدیوهای مختلف رو هم اینجا میتونید مشاهده کنید که باعث میشه که در آینده اگر ترند بشه این ارز دیجیتال یک رشد بسیار خوب رو رو به بالا بیاد تجربه کنه خب بریم راجع به ارز را دیجیتال بعدی صحبت کنیم ارز دیجیتال گیم زون هستش که توی حوزه گیمینگ داره کار میکنه فعالیتش توضیح بازی های کامپیوتری هستش و همونطور که میدونید این عکسی که اینجا هسته شما با وی میتونید بازی های کامپیوتری رو داشته باشید و یه ربطی به هوش مصنوعی هم داره این بازی و این باعث میشه که طرفدارای بسیار فوق العاده رو برای خودش جذب کنه و بازی های کامپیوتری یک حوزه هستش که به هیچ عنوان پس نمیکنه چون که همین جوری اگر ما دقت کنیم میبینیم که روز به روز دارن پیشرفت میکنن و پسرفتی ندارن چون که خیلی تقاضا زیاد هستش جامعه هم که روز به روز داره بزرگتر میشه باعث میشه که همه بیان بس این سمت که تو حوزه گیمینگ کار کنن فعالیت انجام بدن که پایینتر بیان با هم دیگه نگاه کنیم که بازیاش رو هم میتونید مشاهده کنید که به صورت حالا کالاف هم هستش که هر سبکی رو بخوای میتونیم گیم پلیش رو انجام بدیم که یه حوزه بسیار جذابی هستش که میشه زیر نظرش گرفت که اینجا هم توضیحات توکنش رو داده خب بریم از لحاظ قیمتی نگاه کنیم گیم زون رنگش رو نگاه کنیم 615 هستش 19 میلیون دلار مارکت کپشه و قیمتش حدود 2 سنتینا داره نوسان میکنه ارز دیجیتال گیم زون مکس اپلایش هم نگاه کنیم اینجا حالا مکس ساپلایش رو نزده پی نهایت هستش ولی توتال ساپلایش رو نگاه کنیم 840 میلیون تا گیمزون داخل بازار وجود داره که حالا اینا توکن سوزی هم انجام میدن باعث میشه که تعداد کوین هاش توکن هاش کمتر بشه پس قیمت دو سنتش رو زیر نظر بگیری کل نمودارش هم اگر نگاه کنیم میبینیم که یک افزایش بسیار خوب رو به سمت بالا داشته تا 10 سنت اینا و بعد به سمت تا یه دلار اینا تا بعد به سمت ریزشی بودن حرکت کرده و قیمتش یه تایم به بسیار بلند مدتی میبینیم که روی کف قیمتی خودش هست یعنی اگر از این پایین تر هم بیاد نهایتا مثلا یک سنتینا باشه دیگه از اون پایین تر خیلی نیاد پس این قیمت هم بسیار جذاب هست چیزی نظرش بگیری که گیم زون هم اگر حوزه بازی پیشرفت کنه مثلا فرض کنی که بازی این ارزش ها ترند بشه توزیع NFT مارکت پلیس هم دارن کار میکنن فرض کنی که مثلا گیم پلیش ترند بشه باعث میشه که یه دفعه توکنش یک افزایش بسیار شدیدی رو داشته باشه و همه حجوم بیانن ازش یه خریدی رو انجام بدن خب بریم ارز بعدی رو معرفی کنیم که توضع اکسچنج هم داره کار میکنه یه کمی کمتر شناخته شده ولی با این حال دوسنترالایز داره کار میکنه روی بلاکشین هستش و جذاب هستش برای سرمگذاری گذاری انجام دادن برقی از اکسچنج ها هستن که نکت نکته ای که وجود داره مثلا خیلی اکسچنج ما داخل بازار داریم مثلا بایننس اینا مثلا اکسچنج هستن و از این بهتر هم داخل بازار وجود داره ولی چون که خیلی ترند نشده و خیلی کاربر کمتری داره هدف این مثلا اکسچنج اینه که آقا بیاد یوزر واسه خودش جذب کنه خب وقتی که یوزر جذب کنه تایم بلند مدت اتفاقی که میفته توکن اون ارز دیجیتال یا اکسچنج خود به خود میاد یک افزایش رو پیدا میکنه الان مثلا این ارزشال ال رو نگاه کنیم یه کمی کمتر شناخته شده و خیلی ها حالا هجوم نیوردن مثلا ازش استفاده کنم مثلا ولیومش نگاه کنیم 119 میلیون دلار هستش شاید این حالا درست نباشه واقعی نباشه اینجوری خودشون نوشتن که بگن آه حجم هستش ولی تعداد کاربر یوزر کمتره و هدفشون اینه که تا این بلند مدت بیان این رو بیشتر و بیشتر کنن و اگر این اتفاق بیفته باعث میشه که توکنش یک افزایش بسیار خوب رو داشته باشه ارزش هم اگر نگاه کنیم ارز راکت ایکس اکسچنج هستش یا آر وی F که قیمت فعلیش رو نگاه کنیم 65 سنت داره نوسان میکنه 65 سنت هم تقریبا عدد خوبی هستش و کل نمودارش نگاه کنیم ببین از چه عددی از 10 سنت اومده رسیده به 66 سنت و رشد بسیار خوب رو داشته طی مثلا چند ماه گذشته و ما شاهد این بودیم که یه افزایش بسیار فوق ای رو رو به بالا تجربه کرده و یه جهش خوبی رو ما ازش شاهد بودیم قیمت فعلی 65 سنت هستش ولیوم رو اگر نگاه کنیم 356 هزار دلار داره نوسان میکنه و مارکت کپش هم که 409 هستش با 49 میلیون دلار مارکت کپ مکس اپلای هم نگاه کنیم 99 میلیون تا از این آر وی اف وجود داره یا همون راکت ایکس داخل مارکت وجود داره یه افزایش خوبی رو داشته شاید مثلا این محدودها ها ریسک بسیار بالایی رو داشته باشه ولی عدد مثلا 50 سنت یا 38 سنت اینجا مثلا 44 سنت اینا عدد های فوق العاده برای سرمایه هستن مثلا اگر بازار کریپتوکارنسی وضعیت سودی رو داشته باشه با بازم آینده بهتری رو میتونه داشته باشه از این بیشتر هم قیمتش میتونه رو به بالا بیاد یه حرکت خوبی رو داشته باشه ارز دیجیتال بعدی رو نگاه کنیم که حوزه شبکه سبز داره کار میکنه جهانی بهتر و حوزه دیفای هم فعالیت خودش رو داره انجام میده این کریپتو هم آینده خوبی رو میتونه داشته باشه چون که یه ربطی به محیط زیست داره یه ربطی به طبیعت داره یه ربطی به سلامتی داره و یه ربطی هم به خیریه ها داره که باعث میشه که خیلی کاربرای خوبی رو داشته باشه که ازش بیان استفاده کنم و خیلی اگر تعداد زیاد باشه قیمت ارز دیجیتالش میتونه یک افزایش خوبی رو داشته باشه بریم با هم دیگه قیمتش رو نگاه کنیم میبینیم که یک دو سه چهار سه پنجاه نوسان میکنه کل نمودارش هم اگر نگاه کنیم میبینیم که از تایمی که ما داریم اینجا مشاهده میکنیم داخل کوین مارکت کپ یه روند رنجی رو داشته حرکت خاصی رو شروع نکرده و همینجوری داره نوسان میکنه دیگه امکان بالا رفتنش وجود داره و به این شکل که دارم نگاه میکنم نوسان گرفتن هم خوبه ازش که یه نوسانی بگیریم و مارکت کپ هم نگاه کنیم 43 میلیون دلار 409 رنگ کشه افزایش خوبی میتونه داشته باشه والیوم رو نگاه کنیم 25 میلیون دلار هستش ارز دیجیتال بعدی رو بریم با هم دیگه بررسی کنیم پس پلنت اسمش هم نگفتم پلنت هستش که قیمتش هم که دارید اینجا مشاهده میکنید که توی سی روز گذشته 109 درصد اومده افزایش پیدا کرده ارز دیجیتال بعدی استارت نتورک هستش که این ارزم حالا نسبت به ما بقیه اونها یه کمی ریسک بالایی داره مثلا احتمال داره که خیلی رشدی نداشته باشه ولی در کل زیر نظرش بگیر چون که آیندهش میتونه خوب باشه به اضافه اگر نگاه کنیم وب 2 و وب 3 رو با همدیگه داره پشتیبانی میکنه و هدفش اینه که یه وب ما بسیار جذابی داشته باشیم که توی حوزه مثلا فضا اینا یه حرکت های خوبی رو داشته باشه قیمت فعلیش رو هم اگر نگاه کنیم 5 سنت داره نوسان میکنه و کل نمودارش هم اینجا میبینیم که بعد از اینکه یه افزایش خوبی رو داشته یه تایمی ریزشی بوده قیمتش و به سمت بالا حرکت نکرده یعنی یه سود خوبی رو نداشته پس الان کفای قیمتی خودش داره نوسان میکنه با مارکت کپ 291 میلیون دلار و 113 هم رنگش هستش ولیوم هم اگر نگاه کنیم 8 میلیون و 600 هزار دلار هستش که 245 هم ولیوم این ارز دیجیتال هستش با قیمت 5 سنت این ارزایی که بهتون معرفی کردیم یکی اون لیمور بودش که مر بود هستش حالا اسمش یعنی لیمو ترش این ارزو بهتون معرفی کردیم راکت ایکس اکشن رو گفتیم بهتون گیم زون رو گفتیم بهتون و پلنت رو گفتیم و استار هم بهتون گفتیم که 5 تا کریپتو هستش که این 5 تا بچا در تایم بلند مدت یا کوتاه مدت وضعیت خوبی رو داشته میتونن داشته باشن چون که کمتر کسی از اینها اطلاع داره زیر نظرشون بگیرید منم هم اومدم هم معرفی کردم چون که فکر می کنم آینده خوبی رو داشته باشه خودم این کار رو انجام دادم چون که یه تایمی ما یه قولی دادیم بهتون گفتیم که هر کاری که خودم انجام بدم حتما توی یوتیوب میگم بهتون و شما هم برید اون کار رو میتونید انجام بدید شما هم اگر خواستی میتونید برید یه سرمایه‌گذاری انجام بدید چون که پتانسیل دار هستن هم قیمت های بسیار پایین دار. و هم روی جاهای مناسبی قرار گرفتن به خاطر همین ما میتونیم زیر نظرشون بگیریم و من اومدم که معرفیشون کنم و بگم که میشه یه سرمایه‌گذاری بلند مدتی روی اینها انجام داد و یه پارانتز باز کنیم هیچ کدوم از این ارزهایی که به تو معرفی کردیم میم کوین نیستن شت کوین نیستن حوزه هایی رو دارن دارن اونها رو میبرن جلو مثلا گیم رو نگاه کنیم توی بستر اتریوم هستش و روی بستر بی ام بی اسمارت هم وجود داره اون ارزهای دیجیتالی که مثلا میم کوین باشن رو بستر اتریوم خیلی لانچ نمیشن یا مثلا راکت اکسچنج هم ببین رو بستر اتریوم هستش یا این ارز رو نگاه کن اینم رو بستر اتریوم هستش اگر بخوایم مثلا تهیهش کنیم رو کو کوکوین وجود داره کراکر هستش بای بیت وجود داره ببینم دیگه چه صرافی داره پشتیبانش میکنه و تراست مثلا بخوایم بخریم تایم تا بولم مدت رو بستر اتریوم میشه خرید انجام داد ولی یه کمی کارمز زیاد میشه ولی با این حال اونایی که هولدر هستن میتونن تو تراس ولت مثلا رو بستر اتریوم خرید انجام بدن چون که امنیت بالایی رو میتونه داشته باشه یعنی مثلا گیمزون هم اتریوم راکت اکسچنج هم اتریوم این هم اتریوم هستش استار رو نگاه کنیم استار رو بستر فکر کنم بی ام بی هستش یه دونه پلنت ببین رو بستر اتریوم بستر بپویستش هم وجود داره که بشه یه تهیه ازش انجام داد خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید امیدوارم که از این میدم لذت برده باشید کوین های انفجاری رو بهتون معرفی کردیم اه, تا 2024 زیر نظرشون بگیری افزایش خوب رو میتون داشته باشن خیلی ممنون تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان از کانال فست تریدر